ابتلای خانم نغمه به مریضی سرطان، دروغ یا حقیقت؟ برخی از منابع در روزهای گذشته مدعی شدند که بانو نغمه، یک تن از آوازخوانان مشهور و پرآوازه کشور، به مریضی و وحشتناک سرطان مبتلا شده و علاقه‌مندانش را به شدت در شوک فرو برده است. جزئیات این قضیه چیست؟ نزدیکان وی در این مورد چی میگویند؟ آیا پس از این صدا و آهنگ تازه از بانو نغمه نخواهیم داشت؟ اگر میخواهید تا در این مورد بیشتر بدانید، پس تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. بانو نغمه یکی از مشهورترین و محبوبترین آوازخوانان زن افغانستان است که آهنگهایش را به زبانهای شیرین پشتو و دری از سالها به این سو تقدیم جامعه کرده و برای مردمش آواز خوانده است. بانو نغمه میگوید که مردم برایش مهم است و او در طول این سالها برای شاد زیستن و شاد شدن مردمش آواز خوانده و زحمات زیادی را در این راه پذیرفته است. ای افزوده است که در مسیر موسیقی مشکلات و دردسرهای فراوانی را کشیده و بحرانهای شدید را پشت سر گذاشته که آن را با خداوند و در سر سجاده مطرح خواهد کرد. بانو نغمه از پدر تاجیک تبار و مادر پشتون تبار قندهاری به دنیا آمده، ولی بیشترین آهنگهایش را به زبان مادریش یعنی به زبان پشتو خوانده و نه تنها در میان مردم افغانستان بلکه در میان پشتونهای پاکستان نیز از اعتبار و جایگاه بسیار بالای برخوردار می باشد. نغمه نه تنها با آوازخوانیش به مردم خدمت کرده، بلکه حتی تصاویر و عکسهایش نیز باعث منفعت تاجران شده و رختهایی که در سالهای گذشته به نام تکه نغمه و خینه نغمه یاد می شدن جزء پرفروشترین مواد بازار بودند. بانو نغمه در ابتدای جوانیش به دلیل شروع جنگ های خانمانسوز داخلی مجبور شد تا وطن را ترک کرده و با پاکستان برود. وی اما از این مسافرت اجباری راضی است و معتقد است که در پاکستان بود که هنرش مورد توجه قرار گرفت و رشد نمود. او در این هنگام با منگل ازدواج کرد. برخی های مدین که نغمه از ازدواج با منگل راضی نبود و در حالی که هنر و استعدادش را دوست داشت اما علاقه‌مند نبود تا با منگل به عنوان زن و شوهر زندگی کند. اما بر اساس اصرارهای پدرش این ازدواج را پذیرفت و با منگل ازدواج کرد. گفتنی است که استاد منگل نیز در رشد و تقویت استعداد هنری نغمه نقش برجسته داشته و او بوده که پا به پا با نغمه پیش رفته و او را به یکی از قوی ترین هنرمندان کشور تبدیل کرده است. نغمه و منگل پس از ازدواج و چندین سال زندگی در پاکستان صاحب فرزند می شوند و آنها فکر می کنند که باید کاری کنند که فرزندانشان درس بخوانند و پیشرفت کنند. آنها برای رشد و تربیت فرزندانشان یکی از بهترین کشورهای جهان یعنی ایالات متحده آمریکا را انتخاب می کنند و دست آنها را گرفته راهی آمریکا می شوند. این زوج هنری افغان همکنون دارای 4 فرزند می باشند که دوتای آن پسر و دوتای دیگری آنها نیز دختر می باشند. پسران نغمه و منگل اکبر و خیبر نام دارد و دختران آنها نیز لیمه و مدینه نام دارد. نغمه اما در مورد فرزندانش می گوید که همه آنها همکنون به افراد تحصیل کرده مبدل شده و او از تمامی آنها به شدت راضی است. همکنون نغمه در یکی از بهترین باغهایش در آمریکا زندگی می کند. او باغی را در آمریکا برایش ساخته و انواعی از درختهای میوه در آنجا کاشته است. این باغ نغمه به حدی زیبا و با دیزاین وطنی است که وقت شما وارد آن می شوید فکر می کنید که در یکی از ولایتهای زیبای افغانستان هستید و در آمریکا به سر نمی برید. او می گوید که عشق به وطن باعث شده تا چنین باغی را بسازد و همکنون از آن لذت می برد. او که همکنون از منگل جدا شده با شوهر جدیدش در آمریکا که محمد شریف نام دارد زندگی می کند. در این روزها اما گزارش های در شبکه های اجتماعی منتشر شده
که علاقمندان نغمه و دوستداران وی را به شدت نگران و ناراحت کرده است. بر اساس این گزارش ها، نغمه که هم اکنون 68 سال سن دارد به مرض سرطان مبتلا شده و معلوم نیست که از این مریضی می تواند نجات یابد یا خیر. این منابع افزودند که وی به شدت نگران شده و فرزندان وی را نیز به شدت اندوهگین کرده است. انتشار این گزارش ها هواداران نغمه را نیز در شوک فرو برده و جمع زیادی نه تنها شهروندان کشور خود ما، بلکه جمع زیادی از فارسی زبانهای افغانستان، ایران و تاجکستان و همچنین نه تنها پشتونهای افغانستان بلکه پشتونهای پاکستان را نیز ناراحت و مشوش ساخته است. این موضوع باعث شد تا با نزدیکان این هنرمند محبوب و پرآوازه کشور به تماس شده و احوال وی را بگیریم. اما در کمال خوشی و شادی باید گفت که نزدیکان او این واقعه را به شدت تکذیب کرده و آن را دروغ و خلاف واقع عنوان کردند. آنان افزودند که نغمه راجع به مسائل صحی‌اش به شدت مراقب است و همیشه چکاب می کند. اما تا کنون هیچ مریضی خاصی ندارد و با مشکل روبرو نمی باشد. وی می افزاید که داستان مریضی و مبتلا شدن وی به سرطان از سوی شماری از مخالفان نغمه ساخته و پرداخته شده و در شبکه‌های اجتماعی نشر و پخش شده است. بانو نغمه میگوید که او از بدن و سلامتیش مراقبت میکند و زندگی را بسیار دوست دارد. نغمه میگوید که او از زندگی بسیار لذت میبرد و دوست دارد تا حداقل 100 سال دیگر نیز زنده بماند و زندگی کند. دوستان عزیز، با پایان برنامه کنونی رسیدیم. از اینکه تا این دم با ما همراه بودید سپاسگزاریم. تا برنامه‌های دیگر، الله نگهدار.